سلام رفقا، خوش اومدید به چنل هی روز. من دانیالم. منم ایلیام. و اومدیم بالاخره فیفو 22 رو، یه انتظاراتی که ازش داریم، یه چی بود نامه انتظاراتی که ازش داریم رو بهتون بگیم. و همینطور که همین اول که دارید ویدیو رو میبینید، برامون کامنت بذارید که شما چه انتظاری از فیفا 22 دارید، طبق بازیه که کردید تو فیفا 21 بگید که چه مشکلاتی باید برطرف بشه. قبل اینکه کامنت بذارن حتما حتما ما رو سابسکرایب کنید، چون خیلی از کسایی که دارید این ویدیو رو میبینید ما رو هنوز سابسکرایب نکردید، و سابسکرایب کنید. این حمایت شماست از ما. آره، این حمایت شماست از ما. اگر خوشتون نیومد در آخر ویدیو آنساب کنید، ولی این ساب کردنتون خیلی کمک میکنه در ابتدای ویدیو به ما، پس ما رو کمک کنید. اگه دوست داشتید میتونید تو دیسکریپشن ما رو دونیت کنید. بریم سراغ بحث امروزمون. بله، هر کدوم بحث امروز دفاعی من هم بده. خب من اول این نکته ای که هست اینه که نکته مثبت میگم، اول نکته اینه که طی این چند سال خب خیلی فیفا ارتقا پیدا کرد، چه از لحاظ هم موضوع آنلاینش که با اینکه الان خیلی مشکل هست، ولی خیلی ارتقا پیدا کرد قسمت آلتیمیت تیم. مثلا موقعی که من رایوالز بازی میکردم میومد سرچ کنه ترکیب تیم مقابل نشون میده، بعد تو همون حالت میمون، یا مثلا توی فاد چمپ مشکلات هست. نه به اون شکل نبود، این خیلی نه دیگه نمیخوام حالا بذار من نظرم بگم. با وجودی که بسیاری مشکل هست همچنان، ولی خب واقعا پیشرفت کرده سرورش. من میگم اون مشکل هست، یه مشکل دیگه اضافه شده. به خاطر اینکه چه مشکلی اضافه شده؟ چون مقصود که دارید بازی میکنید فاد چمپ رو دارم میگم، خیلی از مچه شده حالا تو هفته شاید یک دو بار، خیلی تعداد زیادی وقتی سی تا بازی میکنید یک دو بارش این اتفاق براتون بیفته که بازی تموم بشه و شما ادوانس رو بزنید، یعنی برده باشید یا باخته باشید هرچی، حالا ادوانس رو میزنید بعد به شما ارور میده که مچتون زیره، یعنی زیر نظر ای ای ارور میگیره و ریویو میشه و نتیجهش هم باخت برای شما میزنه. این مشکل هست. درست. برای چی بعد همچین مشکلی باشه؟ یور مچند ریویو برای چی بود؟ من یه قطعاً این مشکلات هست، ولی باید به نسبت نگاه کنید دیگه، ببین قبلا چقدر این مشکل بود الان چقدر است. من یه نکته منفی میگم بعد تو مثبت منفی بگو. من نکته منفی که میخوام بگم نسبت به فیفا 22 اینه که دیگه خیلی داره بیزینسیش میکنه، خیلی تجاریش داره میکنه، و این موضوعی که به شدت روی مودهای آنلاینش داره آسیب میزنه. و خب من خودم این نکته که خیلی بدم میاد اینه که واقعا این حجم از کارت دادن مخصوصا اواخر فیفا، بازیکنایی که واقعا تو زمین اصلا نمیتونه راه بره تو زمین، بعد مثلا کارت میده با استاتس مثلا اوورش 92، واقعا همیشه من میگم که مثلا 60-70% از فیفا میگذره، به اواخر که میرسیم این آنلاینش اصلا داغون میکنه، یعنی گیم پلی داغون میکنه، مثلا بازیکنایی میده که واقعا در حد اون اوورال نیستن. من یادم میمونه چیا میخوام بگم. حالا تو مثبت منفیشو بگو. من خیلی از یعنی خیلی مشکل دارم با این گیم، واقعا میخوام از همین تریبون یه شکایت نه خیلی مشکل دارم با این گیم از حالا خیلی نظرها، اینکه هر ساله داره کانتنت فیفا بدتر و بدتر میشه، چه از نظر کارت دادن چه از نظر SBC های مثلا خوب دادن. این مشکل هست که هر سال داره کانتنت بدتر میشه، انگار داره از جونش کم میشه که مثلا یه SBC بده آقا من گولی تو بیارم وارد بازی کنم SBC شو بدم. هر سال خیلی قبلتر از این موقع، البته به خاطر یورو هم هست، خیلی قبلتر از این موقع خیلی SBC های مثلا نازاریو و نمیدونم گولی تو کرویف و اینا اومده بود، ولی خب به خاطر یورو هم هست گفتم، چون که میخواد بازی رو زنده نگه داره، چون قطعا اگه این SBC ها رو بده خیلی ها میبندن و خیلی تیم بالاتر میره. درست. و دیگه به ته بازی نزدیک نکته منفیت بود. آره. مثبتش هرچی ما اجوله چرا نکته مثبت داشته واقعا؟ ببین مثلا تو باید تو اگه بشینی پس بازی کنی چی میگی واقعا؟ بابا خب پس طرفدارای خودش من خودم آقا من اصلا تعصبی با کار صحبت نمی کنم، دست به کار نمی کنم، تعصبی صحبت نمی کنم. اون موقع که پس اومد خب من خیلی از قدیم بازی میکردم، من وینگ 11 بازی میکردم، یعنی اولین ورژن پسی که اومد رو پلی استیشن 1 من از اون ابتدا جز نفرات اولم بودم که بازی میکردم. و فیفا اومد، چند پله فیفا اومد، اومد باز ضعیف بود، ولی خب مثلا رو پی سی و اینا بد نبود وایسا، و من همچنان پس بازی میکردم. بعد از یه جا دیگه واقعا فیفا خیلی ارتقا پیدا کرد و پس
خیلی غیر باورپذیر بود گیم پلیش. اصلا درک نمی‌کردم که چرا اینجوریه. واقعا عجیبی میفته تو فیفا. بچه‌ای که مثلا فیفا بازن نمیگیم پس بده، پس خوبه ولی طرفدار خودشو داره. خیلی آنریاله مثلا وسط زمین شوت می‌زنه میره دو گل. خیلی از بچه‌ها که مثلا چیز میکنن یا مثلا یه حرکت عجیبی تو فیفا میبینن یا نقطه کورنر یا کر میزنی میره تو گل، میگن مگه پسه بابا اینجوری میزنی میره تو گل. ولی خب یه مشکلی که من نکته مثبت واقعا به ذهنم نمیاد که بگم نکته مثبتی داره. اگه نداشت شاید بگم طراحی بازی بهتر شد چون نیست دیگه چیزی، مجبورم خدا کنه. من چیزی یادم رفت بود، من برم گوشیمو بیارم. ما قراره که هر قسمت کامنت، بعضی از کامنت شما رو بخونیم چون واقعا شاید نرسیم جواب بدیم توی یوتیوب. و قطعا بچه‌ای که ما رو سابسکرایب کردین که الان 464 نفرن، 464 نفری که سابسکرایب کردین میدونی که 464 نفرتون رفیق مایید و اینجا تو این چنل موضوع خیلی دوستانه است و اصلا فازمون میدونی دیگه فرق داری با هم دوستیم. ولی کامنت ها رو دیگه شاید نرسیم زیاد جواب بدیم، ولی تو برنامه میخونیم و تو برنامه جواب میدیم. قطعا کامنت ها رو میخونیم، میخونیم ولی درصدش هم جواب میدیم. من برم بیا تا دانیال بره بیاد من بگم یه موضوعی رو. فیفا از جایی که موتور بازی رو به موتور فراست فایت که موتور برای شوتینگ هستش تغییر داد، خیلی پسرفت کرد. یعنی ما میدیدیم که خیلی بازی فکر کنم از 2017-18 به بعد بود که این، البته 17 که نبود، 18 یا 19 به بعد بود که این مشکل پیدا کرد که موتور فیفا رو کرد فراست فایت که خیلی باز شد که ضرر ببینه این گیم. هرچند که هر فیفا به نسبت فیفای قبلی داره درآمدش بیشتر میشه، ولی چیزی که هست کیفیت این کیفیته داره بدتر و بدتر میشه. حالا فیفا پوینت میفروشه، حالا مخصوصا امسال که فوق‌العاده اشتباهات زیادی به وجود می‌آورد. مثلا خیلی از اشتباهاتش این بود که یکی تو یه اگه دقت کرده باشه چند ماه پیش بود که اومد گفت با چند هزار یورو یا دلار میتونیم بعد بهتون کارتی که دوست دارید و براتون گارانتی کنیم و بهتون بدیم. مثلا دو تا مومنت میدادن، دو تا توتی میدادن. این چیزا باعث میشه که آدم زده بشه از گیم و دنیا اومد. این قسمت یه جوریه که نیازه تو چای بریزیم مثلا تخمه بدنیم صحبت کنیم. کاش مثلا الان بچه هم با ما صحبت میکردن. استریم کنیم؟ خیلی حیفه آنلاین نمیتونم صحبت کنیم. الان دیگه فهمیده پول تو آلتیمیته و فقط و فقط حواسش به آلتیمیته. یه موردی که میخوام بگم واسه اثباتش اینه که آلتیمیت سرورهای بیشتری نسبت به پرو کلاب داره. حالا اصلا حالا کاری ندارم که پلیرش بیشتره، مثلا آلتیمیت شما تو آلتیمیت میرید پینگتون 40-50 ولی 40 تا مثلا 70 نوسان داره، ولی تو چیز نه خیلی بخواد کم باشه 100 پینگتون تو پرو کلاب. و اینکه اصلا اهمیتی دیگه به پرو کلاب نمیده، اینکه کسایی که خاورمیانه هستن یه ذره سخت‌تر میتونن بازی کنن به خاطر اینکه دیلی داره بازیشون، به خاطر اینکه مشکل داره بازیشون و اینکه باید بیشتر تمرکزشو بذاره. پرو کلاب خیلی 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 مود محبوبیه و خیلی بازی میکنن، اینجوری نیست که بگیم آندر ریته و خیلی مردم دوستش دارن. بعد بیشتر به این چیزای بازی اهمیت بده. یا ولتا، ولتا هم سرورش مشکل داره بعضی وقتا. کامنت بخونیم چند تا، یه ذره فضا عوض شه، فضا از روحانی شه. نکته خیلی جالب اینه که ما چقدر مخاطب داریم از مازندران. آره رفقای مازنی ما کامنت هم دیگه ریپلای میکنم. آره و بوشهر هم دومه. من چند تا کامنت بخونم. ام ارشادی زده تهران اسمش هم اسمات رو هم کش بزنید ما بدونیم. این رفیقمون که پرسپولیسی هم هست یا لیوکس، نه یا لیوکس، دوتا های اول آخرش نباید بخون. خب ایوکس. حالا اون رفیق پرسپولیسی هم کوری خونده بسم نزده ولی کجا. نیما افشار من تونتون بخونم. M7Y از نور بچ مازندران نور زده، پرچم مازندران که گفتیم بالا. سپانفار البرز جی جی زده تورنتو کانادا. نایس. علی ابراهیمی عزیز مازندران، چقدر برعکس مازندران هستن، دمتون گرم. امیر غلامی بابول، امیر جون مرسی چند رو دنبال میکنی. سامان عزیز نقد نمیشه، سامان کمالی دمت گرم که حواست هست. بچه های بوشهر هستن، کسرا، خانم سپیده زده، از نمیدونم خانم یا آقا چون بعضی اصلا با اکانت ها مثلا گوگل اکانت ها کسی دیگه است. هر قسمت کامنت ها رو میخونیم چند تاشو، پس برام کامنت بذارین. بریم جمع بندی کنیم که آقا ما هدف ما این قسمت بابا انتظار بده من نه 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 نه
حرف تو بزن، ولی میخوام این جمعندی برسه که تمام شه که جمع حرفای اصلی مونده. توقع من، توقعت از فیفا 22 چیه؟ سری بگم، توقع درست کردن سرور، درست کردن دیدی های بازی یا اسکریپت های بازی که از قبل نوشته شده که تو اون بازی رو باید ببازی یا نمیخواد یه سری بازی ها که منجر به رنگ توضیح بده بچه. وقتی که شما میری تو گیم، حالا بازی هایی که رنگ کاپ واسطون خیلی بیشترین به چشم میخوره، مثلا گل یکین 22 تا وین دارید، یه دونه وین میخواید تا الیت. این بازی خب خیلی دستکاری شده است، یعنی که هم فیفا نمیخواد به شما جوایز بهتر بده، هم احتمال داره کسی که جلوتونه مثلا 4-5 تا بازی باخته باشه خورده باشه به شما و 100% بعد ببره. و داشتم حرفی میزدم که گفتم پله یه قراردادی امضا کرده با EA که قراره سال بعد تنها کارت 99 بازی اون باشه و اوورالش هم با بقیه کارتا فرق کنه، یعنی بازیش هم گیم پلیش هم با بقیه کارتا فرق کنه، یعنی دیگه سال بعد هر کی فیفا پوینت بزنه پله داشته باشه دیگه کارت تموم. این خیلی عجیبه واسم که مثلا اینکه قبلا هم مسی هم داشته همچین قراردادی و این چیزها رو از بین ببره. برای من این نکته دیگه هم که هست که من دوست دارم قسمت آنلاین سیزن رو خیلی بهش توجه بیشتری کنه. خیلی ممنون، این بود از توقعات و انتظاراتمون از فیفا 22 و یه کانسپتی شاید از فیفا 22 باشه. البته من فکر میکنم که از کانسپت من نسبت فیفا 22 اینه که خیلی تغییرات خاصی نکنه. مرسی که این برنامه رو نگاه میکنید، حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید بچه ها، ما زودتر 1000 تایی شیم و حمایت های شماست که ما کمک میکنه. و سوال این قسمت برنامه این بود که توقعتون از فیفا 22 چیه؟ Peace out. Ciao.